واحد تاریخ هنر رشته معماری، بخش هنر مدرن، با استفاده از کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته هاروارد آرناسن، ترجمه مصطفی اسلامیه. شبکه جهانی وین، آموزش در اولویت. جلسه هفتم. سلام، من سمانه هستم از دانشگاه مجازی وین یا وین ویرچوال یونیورسیتی، با جلسه هفتم از کتاب تاریخ هنر مدرن نوشته ی هاروارد آرناسن با شما هستم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. مکتب شیکاگو، خواستگاه آسمان خراش ها. سالیوان در امارت گارانتی تراست بوفالو نیویورک نخستین شاهکار آسمان خراش های ابتدایی را طراحی کرد. امروزه این ساختمان امارت پرودنشیال نام دارد. ستون بندی طبقه همکف به نحوی است که گشادگی فضای داخلی را بیشتر از آنچه هست نشان می دهد. شبه ستون های ظریف بین پنجره ها تقریبا به اندازه تمام بلندی ساختمان کشیدگی دارند و بعد با قوس های دلپذیری که نماهای اصلی را به هم گره می زند زیر طبقه آخر به هم می پیوندند. پنجره های تورفته و بیزی طبقه آخر نورگیرتر و بازتر از پنجره های امارت وین رایت است و با خمیدگی فاخر قرنیز پیشانی ساختمان به هم می آمیزند. پوشش تزئینی معروف سالیوان در بخش فوقانی ساختمان با نقش و نگار ساده و گوناگونش هم به یک پارچگی نما کمک می کند و هم بر سرشت سفالین زیر کار بر اسکلت فلزی به عنوان سطحی سبک و تزئینی و نه عضوی باربر تاکید می نهد. آخرین بنای مهم تجاری سالیوان فروشگاه بزرگ کارسون پایر اسکات در شیکاگو بود که بنای آن در دو مرحله بین سالهای 1899 تا 1901 و سالهای 1903 تا 1904 به پایان رسید. در این ساختمان تزئینات شاید عمده‌ترین سهم امریکا به جنبش بین‌المللی هنر نو از همینجا باشد، بیشتر محدود به نقش تکراری کتیبه‌های فلزی و زینتی است که در طول نخستین دو طبقه گسترش یافته است. بر فراز این کتیبه پنجره‌ها و دیوارهای مستطیل و بسیار ساده قرار گرفتند. پنجره‌ها بزرگ هستند و به سبک شیکاگویی به یک صفحه ثابت بزرگ مرکزی و قاب‌های باریک جانبی که قابل گشودن باشند تقسیم شدند. در این ساختمان تأکید بیشتر بر عوامل افقی است تا عمودی، با لایه‌های افقی که برای مؤکد کردن طبقه بندی فضای داخلی دور نماها پیچیده شده است. هرچند که مکتب معماری شیکاگو تر و تازگیش را تا نخستین دهه قرن بیستم همچنان حفظ کرد، اما سبک‌های فرهنگستانی نوین کم کم داشت قدرت می گرفت. این سبک‌ها نه تنها به تمام بناهای عمومی‌تر و بیشتر خانه‌های مسکونی سرایت کرد، بلکه اسکلت آسمان خراش‌های تجاری را نیز در تار و پود تزئینات گوتیک یا کلاسیک پنهان ساخت. آسمان خراش‌ها به خصوص در نیویورک هر قدر افراشته‌تر شدند، روشنی شکل و توصیف گویای کارکردشان را که از ملزومات مکتب شیکاگو بود از دست دادند. معماری خانگی در انگلستان و ایالات متحده. ذوق، تشخیص و کیفیت طلبی از ویژگی‌های شیوه فیلیپ وب می باشد. معماری که موریس در 1869 از او خواست تا خانه اش را واقع در کنت طراحی کند. در معماری خانگی وب و ریچارد نورمن شاو در انگلستان و همچنین ریچاردسن و استانفورد وایت در ایالات متحده بسیاری از نخستین گام ها به سوی یک معماری منطقی برداشته شد. خانه موریس به نام خانه سرخ
بناب خواست خود او طرحی به طور کلی گوتیک داشت، اما وب در برداشت خود از این دستور آزادی عمل داشت. او بر خانه اعیانی ساخته شده با آجر قرمز و همراه با بام دو شیبه تند به سبک گوتیک تیودوری، جزئیات بیرونی کلاسیک شده ای چون پنجره های کوین ان، پنجره های گرد و درگاه های نعل اسبی را افزود. تأثیر این فضای خارجی به رغم عناصر جداگانه‌اش تأثیری هماهنگ و یک پارچه است. نقشه کف این بنا به شکل ال بوده، با اتاقهای راحت و نورگیر که به نظمی آسان و کارآمد ناقرینه سازی شده است. خانه های شهری و روستایی وب همچنان نمایانگر آمیزش هماهنگ سبک یافته پیشین با نقشه ریزی کاربردی است که مفاهیم معماری تجربی قرن بیستم را نوید می دهد. در سبک پیشرفته شاو که نمونه آن خانه شماره 170 کوینز گیت لندن در سال 1888 می باشد، معمار مصممانه به سنت فاخر خانه های شهری انگلستان قرن 18 توجه پیدا کرده است. از این نمونه بارز آنچه مورد توجه معمار قرار گرفت سادگی و تناسب آشکار نماست که با پنجره های متعددش یک داخلی نوردار، قابل زندگی و دارای فضای متناسب می آفرید.